شما بینندگان عزیز تلویزیون پارس، برنامه دیدگاه از این لحظه به مدت یک ساعت در خدمت شما هستیم و آقایان دکتر قرقزدو و سیاوش عبستا مانند هر هفته در این برنامه ما را یاری میدن. در رابطه با مهمترین مسائل روز در ایران باید گفت که دولت انگلستان اعلام کرده که سپاه پاسداران بزرگترین تهدید برای امنیت بریتانیا است. سوهلا برابرن وزیر کشور بریتانیا از گسترش فعالیت‌های سپاه پاسداران در انگلستان ابراز نگرانی کرده و سپاه را بزرگترین تهدید برای امنیت بریتانیا دانسته است. وزیر کشور انگلستان با تکیه بر گزارش‌های اطلاعاتی از تلاش‌های سپاه برای استخدام اعضای باندهای جنایتکار سازمان یافته ابراز نگرانی کرده
و گفته که سپاه از این افراد برای هدف قرار دادن مخالفان ایرانی جمهوری اسلامی در بریتانیا استفاده میکنه. بعد اوضاع در رابطه با مسائل جمهوری اسلامی سپاه پاسداران رهبری، البته پرسش ما این است که در چنین شرایطی که دولت انگلستان ابراز نگرانی میکنه از فعالیت های سپاه پاسداران در انگلیس، چرا این کشور حاضر نیست که این سپاه رو به نام یک گروه تروریستی بشناسه و اعلام بکنه و در این رابطه هم باره دچار تردیده که این برای ما شگفت‌آوره. به دنبال مزاحمت هایی که نیروی دریایی سپاه برای کشتی های بازرگانی در دهانه هرمز در خلیج فارس آفریده، نیروهای هوایی و دریایی امریکا در این منطقه مستقر شدند و رفت و آمد آزاد کشتی ها در دهانه هرمز حمایت و مراقبت میکنند. در لابلای خبرهای جالب روز آمده که یک عضو مجلس خبرگان جمهوری اسلامی گفته ما در ایران 200 قلم دارو کم داریم و در چنین شرایطی رژیم به دستور سیدعلی خامنه‌ای به طور مرتب داروهای ارزنده را به روسیه میفرسته و کمبودهای دولت روسیه رو در رابطه با جنگ با اوکراین تامین میکنه و این خودش شگفت‌آوره که در حالی که مردم ایران به این داروها نیاز دارن، چرا باید اجازه داده بشه که این داروها به روسیه هم بشه. در همین حال دولت ژاپن که یکی از یاری رسانهای اقتصادی رژیم ایرانه، این دولت اعلام کرده که از کمک‌های نظامی ایران به روسیه در جنگ با اوکراین عصبانیه و چون ژاپن از نظر اقتصادی به ایران بسیار کمک میکنه، عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای در حال ایجاد فضای بهتری به توکیو رفته و در این زمینه با وزیر خارجه ژاپن مذاکراتی انجام بده. انتقال نیروهای لوجستیکی و سربازان طالبان با سلاح‌های آمریکایی در مرز ایران نگرانی‌هایی را در زمینه ایجاد جنگ طالبان با جمهوری اسلامی در حال به وجود آورده و این مسئله تهدید بسیار بدی در شرایط کنونی برای مردم ایران که با طالبان در افغانستان هم وارد جنگ بشه جمهوری اسلامی و کمبودها افزایش پیدا بکنه. بعد نماینده یکی از نماینده های مجلس میگه سفره مردم برخلاف اینکه میگه کوچک شده، کوچک نشده، اصلا سفره ها خالی از نان شده و مردم به طور کلی نیازهای غذایی خودشون رو با کمبودهای شدید روبرو میبینن. این در رابطه با طالبان و احتمال جنگ با جمهوری اسلامی، خبرگزاری بلومبرگ گفته با وجود فروکش کردن نسبی تنش لفظی میان جمهوری اسلامی و حکومت طالبان، بلومبرگ از آمادگی نیروهای طالبان برای جنگ با ایران خبر داده و نوشته طالبان علاوه بر بمبگذاری انتحاری، تجهیزات نظامی دیگری شامل صدها خودروی نظامی و سلاح‌های به جا مانده از امریکا هنگام در حال خروج از افغانستان در اونجا اینا رو عمل به مرز منتقل کرده. این رسانه امریکایی روز دوشنبه در گزارشی به نقل منابع خود بالا گرفتن اختلاف میان مقام‌های جمهوری اسلامی و طالبان بر سر حقابه ایران از رودخانه مرزی پرداخته. بر اساس این گزارش با وجود تمام تماس‌های دیپلماتیک میان تهران و کابل، طالبان دفعه تهدید ابراهیم رئیسی
برای جنگ با ایران آماده شده. بلومبرگ نوشته که پیامدهای تنش نظامی احتمالی میان طالبان و جمهوری اسلامی به ثبات در منطقه آسیب میرسونه. تنش‌های لفظی میان ایران و طالبان در اردیبهشت ماه بالا گرفت و زمانی که ابراهیم رئیسی درباره تأمین عقابه ایران از این منگا به طالبان اخطار میدم عقابه مردم سیستان و بلوچستان را به فوریت بدهد و رئیسی در آن زمان هشدار داد اجازه نخواهیم داد حق مردم ما تضییع بشه و این مسئله چیزی نیست که مشمول مرور زمان شد. حرف من رو جدی بگیرید تا بعداً گلایه نکنید. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر حکومت افغانستان رو متهم کرده که به توافق 50 سال بیش درباره استفاده مشترک از آب رود هیرمند با جمهوری اسلامی به حق مردم سیستان رو در شرایط کنونی نمیده. این هشدار رئیسی با واکنش تند طالبان مواجه شد و مقام‌های این رژیم اتهام‌های جمهوری اسلامی رو رد کردند. در گزارش بلومبرگ از جمله به پاسخ تمسخرآمیز یک عضو طالبان به رئیس جمهوری ایران اشاره شده که یک بشکه زرد رنگ آب به آقای رئیسی پیشکش کرد و گفت ما را نترسانید. بشکه های زرد رنگ نماد حملات انتحاری طالبانه. بلومبرگ نوشت که دعوا بر سر آب به درگیری مرزی انجامید و این درگیری یک هفته پس از تهدید رئیس جمهوری ایران در مرز ولایت نیمروز استان سیستان و بلوچستان روی داد. تمام منطقه‌ای که از بحران آب در رود هیرمند متاثره. در جریان این درگیری ها و تنش‌های مرزی دو مرزبان ایرانی و یک عضو طالبان کشته شدند. و همطور که گفتم یک نماینده مجلس گفته که ما دارو بسیار کم داریم و این دارو در داخل کشور بحران سیاسی ایجاد کرده و مشخص نیست که چرا این داروها رو که نیاز مردم ایران و نیاز دارن به روسیه میفرستن. بعد این گزارش مفصلی هست در همین رابطه. یکی از مسائل بسیار جالب اینه که اوضاع حالا دیگه در ایران برعکس شده. زمانی بود همه می آمدن خودشون رو به داخل ایران می رسوندن و اونجا در ایران کار می کردن. چند میلیون کارگر خارجی از کره جنوبی در دوران پادشاه فقید در ایران برای مردم ایران کار می کردن و حقوق می گرفتن. حالا درست اوضاع احوال به عکس شده و حالا مردم ایران در جنوب ایران می رن به عراق روزا، اونجا کار می کنن، پول می گیرن و برمیگردن شبا به در حال منطقه خودشون و خانه و زندگی خودشون و این یه مسئله عادی شده برای مردم در حال جنوب ایران و یک ننگ تازه‌ایه که جمهوری اسلامی برای ایران آفریده، برای مردم ایران آفریده. این یکی از خبرهای دیگه این که دولت انگلستان کلی روی این جمهوری اسلامی زوم کرده. حالا معلوم نیست این داستان تا چه حدی از واقعیت برخورداره و تا چه حدی دولت انگلستان مسئله رو جدی گرفته، ولی مدیران شرکت‌های ایرانی ارائه دهنده پهپاد به روسیه را هم در این هفته اعلام کرده که تحریم کرده و اینا رو تحت نظر قرار داده. با آقای دکتر قرقوزی لطفا تماس ما رو برقرار بکنین آقای کارگردان عزیز تا ببینیم ایشون چه مسائلی این هفته برای هموطنان این برنامه ما دارن. هموطنان ایرانی ما در این برنامه دارن. بعد امریکا در حال حاضر 3000 نیروی کمکی برای جلوگیری از تهدیدهای حکومت ایران در دریای سرخ مستقر کرده و از اونجا مراقبه که چنانچه جمهوری اسلامی جلوی عبور پاره‌ای از کشورهای بازرگانی رو از تنگه هرمز سد بکنه و جلوی اونا رو بگیره وارد معرکه بشه و این کشتی ها رو آزاد بکنه و اجازه بده که عبور بکنن. و این در ژوئیه گذشته امریکا
از استقرار ناوهای جنگی و جنگنده های F-35 و F-16 در منطقه خبر داده بود و هفته گذشته مقام دولت امریکا به خبرگزاری فرانسه گفته که واشنگتن قصد داره سربازان خود را برای جلوگیری از توقیف نفتکش‌ها توسط ایران در خلیج فارس خود را برای مراقبت این منطقه در کنار دریای عمان بفرسته در خلیج فارس مراقبت کنند. به گفته ارتش امریکا تا دو سال گذشته جمهوری اسلامی تلاش کرده 20 کشتی تجاری در منطقه را توقیف کنه. نیروی دریایی امریکا در اوایل ژوئیه گذشته گفته بود که مانع از توقیف دو نفتکش در دریای عمان شده. بله، روی خط ما آقای دکتر قرقزلو هستند. درودی گرم به شما دوست عزیز که همواره ما رو در این برنامه یاری میدین و مطالب بکر و جالبی رو در اختیار بینندگان این برنامه میگذارید. روزتون خوش. آی دکتر صدای منو میشنوی؟ اشاره فرمودید جمهوری اسلامی در حال بحران آفرینیست و میبینیم که حسین امیر عبداللهیان که خود شما نیز اشاره فرمودید در سفر به پایتخت ژاپن گفت که حکومت ایران هیچگاه برای بکارگیری پهپادها و یا سلاح‌های ایرانی در جنگ اوکراین امکاناتی در اختیار مسکو قرار نداده است. این در حالی است که اوکراین تاکنون بارها از انهدام پهپادهای شاهد ساخت ایران در حملات روسیه علیه خود خبر داده است. امیر عبداللهیان در روز دوشنبه دیروز در یک نشست خبری در توتلو گفت که جمهوری اسلامی از ابتدای جنگ اوکراین تلاش‌هایی را در عالی‌ترین سطح برای جمهوری برای توقف جنگ و بازگشت طرفین به گفتگو و راه حل سیاسی در دستور کار خود قرار داده است. این اظهارات امیر عبداللهیان در حالی است که در اواخر اردیبهشت در جریان نشست گروه 7 در شهر هیروشیمای ژاپن اعضای این گروه از جمله ژاپن در بیانیه پایانی خود درباره ادامه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی از جمله ارسال موشک و پهپاد و فناوری‌های مرتبط برای دولت‌ها عوامل غیر دولتی و گروه‌های نیابتی ایران ابراز نگرانی شدید کردند و امروز نیز دولت بریتانیا اعمال تحریم‌های را علیه اشخاصی در جمهوری اسلامی در ارتباط با ارائه پهپاد به روسیه اعلام کرد. همزمان وزارت امور خارجه کانادا نیز در همسویی با اتحادیه اروپا، بریتانیا و آمریکا از 13 بسته تحریمی علیه جمهوری اسلامی خبر داد. وزارت امور خارجه بریتانیا امروز از یک اقدام دیگر این کشور برای جلوگیری از دسترسی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به تجهیزات نظامی خارجی در جنگ اوکراین خبر داد. بر اساس اعلام وزارت امور خارجه بریتانیا 22 شخص و 3 شرکت خارجی دیگر در کشورهای از جمله ایران، ترکیه، امارات متحده عربی، بلاروس، اسلواکی و سوئیس در فهرست تحریم‌های لندن قرار گرفتند. بر اساس اعلام وزارت خارجه بریتانیا، شرکت فارس و 7 از مدیران این شرکت به دلیل نقش در تحقیق، توسعه و تولید پهپاد برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریم‌های این کشور قرار گرفتند. از سوی دیگر اما وزارت امور خارجه کانادا نیز در همسویی با اتحادیه اروپا، بریتانیا و آمریکا 13 بسته تحریمی علیه جمهوری اسلامی را به دلیل فعالیت‌هایشان که صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند در فهرست تحریم قرار گرفتند. در میان این افراد یک فرمانده پیشین سپاه پاسداران
و دیگر مقام های ارشد جمهوری اسلامی نیز که در تأمین تجهیزات برای نیروی انتظامی دخیل هستند وجود دارند. وزارت امور خارجه کانادا اعلام کرد تحریم ها همچنین افرادی را هدف قرار می دهند که در شرکت های دولتی تولید پهپادهای جنگی مرگبار با صادرات آنها به روسیه دارای مسئولیت های ارشد هستند. همچنین گزارش سالیانه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و دبیر کل این سازمان درباره وضعیت حقوق بشر در ایران طی مرداد 1401 تا فروردین 1402 منتشر شد. این گزارش تأکید دارد در این بازه زمانی وضعیت کلی حقوق بشر در جمهوری اسلامی به طور قابل توجهی بدتر از گذشته شده است. در این گزارش که امروز منتشر شده به موضوعهای از جمله استفاده بیش از حد از زور در اقدام برای سرکوب خیزش انقلابی مردم ایران، اجرای مجازات اعدام، بازداشت‌های خودسرانه، وضعیت دسترسی به اطلاعات و وضعیت حقوق زنان، کودکان و گروه‌های اقلیت پرداخته شده است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد یادآور شده است پس از اعتراضات برو قد شد صداتون های دکتر صداشون قد شد آقای دکتر دوباره اگر محبت کنیم بگیرین شما چون خودتون گرفته بودین. بله این تا آقای دکتر تلفنشون برگرده و مطالبشون رو دوباره تکمیل کنن ببینیم که در حال این داستان حجاب در ایران به کجا کشیده و با افرادی رو با یه هیئتی که قالیباف رئیس مجلس که خودشو در حال فرزندانشو همسرشو اینا همه در خارج از کشور اونجا در حال مراکزی رو دارن که زندگی مرفعی اونجا میکنن و فرزندانش اصلا به دور از حجاب و اینجور مسائل اونجا دارن زندگی میکنن، فشار زیادی وارد آورده، افرادی رو استخدام کرده که 12 میلیون تومان بهشون حقوق میدن که مراقبت بکنن از حجاب زنان و هر چقدر البته بیشتر در این راستا چنین فشاری رو اینا وارد بکنن به زنان ایران مشکلاتشون بیشتر میشه، برای اینکه زن اصولا در خانه و خانواده نقش مهمی داره، بنابراین همه مردم طرفدار زنا هستن و کسی این حمایت ها رو با فشار جمهوری اسلامی رها نمیکنه جز اینکه مشکلی برای خودش برده. ولی گفته میشه که هدف های اصلی رژیم اینه که با این طریق یک اسکاندالی به پا بکنه که مردم نرن به طرف در حال موقعیت های وخیمی رو که در زندگی دارن و دست به تظاهرات و اعتراضات عمومی بزنن. یکی همیشه از فشارهای سیدعلی خامنه‌ای به سپاه پاسداران اینه که به هر نحوی که میتونین اجازه ندین کسی در خیابان ها حرکت بکنه و تظاهرات و اعتراض بکنه، چون از این مسئله بسیار وحشت داره و ما متعجب هم هستیم که چرا اینا یک چنین مسائلی رو به حال تعقیب نمی کنن و چرا اعتراضات خیابانی رو گسترش نمیدن تا نتیجه مطلوبی برسن و یاری و کمکی بشه به این فشارهایی که روی زنان ایران، جامعه زنان ایران که البته هم تو کشف کردن بدونه نتیجه خواهد بود اینو افزایش بدن و اگر ناراحتی هایی رو برای زن ایرانی به وجود بیارن که در واقع ناراحتی هایی که برای خود رژیم ایجاد خواهد شد. بله مثل که ارتباط ما به طور کل با آقای دکتر قرقزدو قطع شده و ایشون دوباره نگرفتن ما رو، آقای عباسی روی
خط هستن و ببینیم که ایشون چه مطالبی در این هفته برای ما تدارک دیدن. درودی گرم به شما آقای سیاوش ابستایی عزیز. درود بر شما استاد چرپشهی، روز شب خوش. درود دارم به کارگردان برنامه، به برادرم مهندس امیر شجری عزیز، اون دارم پاینده و خوب باشید. استاد چرپشهی، دو تا ویدیو داریم که اینها رو اگر کارگردان برنامه آماده دارن، چون شاید وقت زیاد نداشته باشیم، همون ویدیوی تیمسال سیاری رو بر پخش کنیم. مطلب بسیار مهمی رو باز امشب میخوام آگاهی برسونم در دو تیتر. یکی این که ایران الان امروز نیروهای ایرانی در برابر نیروهای انیرانی که شرش باز بیشتر میدم الان امشب قرار گرفتن و حتما شما دیدید و کارگردان برنامه همونطوری که ترانه بسیار زیبای مهربانیار سامر جمشیدی رو اول برنامه پخش کرد، از در جریان هستید که در ایران الان دیگه نیروهای پلیس، من از این بعدم قبلا هم گفته بودم از الان میگم، نیروهای پلیس و نیروهای شاهنشاهی در برابر صدام حسینی ها، نیروهای بعث تازی که همون بخشی از معابدین عراقی بودن و تو این 43 سال نفوذ کردن وای میستن و از مردم و زنان و دختران آریایی تدافن میکنن و دفاع میکنن. من فیلم های زیاد دست آقای شرف شده که تو تایم کوتاه اینجا نمیشه پخش کرد، وقتش نیست، ولی ریشه این کار رو من میخوام بگم چی هست. ریشه این کار تیمسال حبیب سیاری رو ما به عنوان نمونه یک بار دیگه امشب از ایشون تجلیل میکنیم. امیر ارتش شاهنشاهی ایران که از سال 1353 چهار سال پیش از انقلاب سیاه در استخدام ارتش شاهنشاهی قرار گرفت، اونجا آموزش دید. یک نمونه است ایشون، یک نمونه است از سیر عمرای ارتش زمان شاه، افسران زمان شاه که اینها بودن که جنگ رو بر علیه صدام حسین به پیروزی رسوندن، اینها بودن که نیروهای دیگر رو آموزش دادن و قهرمانی ها رو بعد سپاه به حساب خودش گذاشت. تیمسار سیاری چند سال پیش یک مصاحبه‌ای کرد در ارتش، دفتر تلویزیونی ارتش و سه تا خبرنگار ایرنا رو پذیرفت، صحبت‌های زیادی کرد، ولی کل مصاحبهش فقط یکی دو ساعت روی سایت بود، بعد برداشتن. همونجا خوشبختانه ما در اختیار داشتیم که الان قابل دسترسی از همون موقع. تیمسار سیاری اونجا میگه که میگه جنگ رو ما کردیم، پیروزی ها رو ارتش آفرید و ولی سپاه همه رو گذاشت به حساب خودش. حالا نکته ای که میخوام بگم پیش از اینکه فیلم رو ببینیم اون این استاد چرپشهی، بعد از انقلاب سیاه ارتش اومد با همون به هر حال ذهنیتی که 1700 سال ایران رو اینا نگه داشتن، دید چاره ای نداره جز اینکه در رژیم بمونه، نیرو تربیت کنه و این نیروی که اون تربیت کرد بود که 8 سال تونستن مقاومت کنن و صدام حسین رو آخر ایرانی ها اعدام کنن. اما از اون طرف صدام حسین با شیوهایی که در چند برنامه اخیر به شما گفتم تونست بیاد به ایران و نفوذ کنه و تا همین الان بدنه قدرت در ایران بخشیش دست اونهاست، از جمله بسیج، از جمله بخشی از سپاه، از جمله قوه قضاییه تماما و نیروهای دیگه مثل مجلس و جاهای دیگه و مجلس خبرگان و اینها همه در دست نیروهای صدام حسین است و افرادی مثل تیمسار سیاری که اینها موجب شدن که ما در برابر عراق بیشتیم و پیروز بشیم، که الان که افغانستان میخواد به ایران حمله بکنه و میکنم، چون بلومبرگ رو من بگم، مایکل بلومبرگ یکی از شرکای بزرگ جورج سوروس هست و من اینها رو که میگم سایروس به خاطر اینکه اینها یک تشکیلات جهانی که هستن، شخصیت های بسیاری هم هستن که تو این جریان هستن. سوروس فیلسوف این اندیشه است. وقتی که مایکل بلومبرگ در رسانه های خودش که نقش مهمی هم در رسانه های دیگه داره میاد اعلام میکنه که اینها کامیکاز یعنی آدم های انتحاری و آماده کردن و بعد یه گزارشی هم هست که من تو برنامه خودم پنجشنبه نشون میدم، اینجا وقت نیست، گزارشی هم هست که اینها آمادگیشون رو دارن، تمام تجهیزاتی که امریکا براشون گذاشته رو میخوان ازش استفاده کنن در رابطه با حمله به ایران و این بار حمله به ایران دیگه این داعش و طالبان و شما همه رو بذارید رو هم، میشه همین آدمایی که درست مثل پابرهنه های
زمان اول انقلاب محمد 1400 سال پیش حمله کردن تمدن ها نابود کردن، همونطور خواهد شد. حالا در این فیلمی که ما میبینیم خیلی جالبه که بدونید استاد شرفشاهی، مردم ایران و اندیشمندان و فرهیختگان ایران در ارگان های مختلف این عرایض رو شنیدن و قاطع دارن خودشون دیگه. الان میشنوید میبینید میگه که صدام حسین کف بازاره، میگه جنگ تحمیلی تو ایران تو کوچه و خیابون ما داره، مداهشون میخونه، مداهشون میخونه. و بعد تیمسار سیاری رو که میبینید، افتخار آفرینی ها رو میگه، میگه آخرش میبینید که داره تو صف همین سینه زنان اعتراضی، اینها رو نیان به دروغ بگن که اینا اطلاعاتی هستن، میان این سینه زنی های اعتراضی رو میگذارن. سینه زنی های اعتراضی استاد شرف شده یکی از بهترین شیوه هاست که مردم رو آگاه کرده، آگاهی داده، با ظلم و جنایات و فساد رژیم رو گفتن به هوای این روزخونی ها. تیمسار سیاری اونجا میبینیم. بعد هوشنگ صمدی رو میبینیم که هوشنگ صمدی از تکاوران دلیر که افتخارات بزرگی رو از ایشون هم در جنگ آفریده، میاد یه دقیقه است اونم میبینیم تو همین ویدیو که میگه من دلم میخواست زمان تازش نخستین اعراب میبودم که اون با اونا میجنگیدم که 1400 سال من بدبخت بیچاره نشم. و نکته های بسیار، این چند دقیقه فیلم رو که این توقیف شده بود و شده است الان، صحبت های تیمسار حدود یک ساعت میده، ما اینجا دو سه دقیقه شو برش کنیم. من درودم میبسم به این مرد بزرگوار مزاحم شدن، حتی آدم های رادیو صدا و سیما که این مصاحبه کرده بودن پنج نفر رو اینا بازداشت کردن، آزار شکنجه داد این صدام حسینی های حاکم. که صدام حسین الان بسیج و قدرت بسیج از روز اول دست اونا، ولی همین پلیس که حالا میبینیم و ارتش شاهنشاهی که اینا میان تو خیابون دیگه مردم رو ازشون دفاع میکنن، اینها دست پرورده های ارتش هستن و همین که صدام حسین رو نابود کردن. این چند دقیقه رو میبینیم، برمیگردیم من خدمتتون عرایزم رو دنبال میکنم. خواهش باید خوب گوش کنید دوستان، مهربان یاران، به کلمه کلمه سخنان تیمسار و مطالبی که مطرح میشه گوش کنید. خواهش میکنم این دو سه دقیقه رو. در جنگ ایران عراق که 8 سال ادامه داشت و سلحشورانه مردم ایران جنگیدن و از سرزمین آب و خاک ما دفاع کردن در برابر تازش تازیان، که البته تازیان الان هم تو ایران تا همین الان امروز من دارم با شما صحبت میکنم تازیان هستن که در ایران دارن حکومت میکنن. سند این امروز میبینیم از تیمسار، من میگم تیمسار بهش، امیر دریادار میگن، حبیب سیاری. اگر میخواید صحبت منو بنویسین، من خواهش میکنم اینا رو بنویسید، تقصیر شماست. اصلا نیومدن در موقعیت ارتش رو حساب بکنن. ما هنوزم کسی حق نداره با دوربین تو پست فرماندهیمون بره. جوان امروزی باید احساس بکنه که امنیت کشورش برقراره و بدون کی انجام داده. لازم نیست که من هر روز برم بگم آقای جوان امروزی تو بدان که من، ببین من سیاری چقدر کار میکنم. ارتش مظلوم شده. چرا؟ چون که میدونیم همه ما که یک رشادت‌های زیادی در تاریخ کشور ما انجام شده که به هر حال این مرزبون باقی مونده و تقویت میشه و ضعیف میشه. مردم متوجه فکر می‌کنن این وسط انگار ارتش نبوده. بله، بارها میگم. بعد یه سری عواملی بودن که هنوز هم زاویه دارن با ارتش، مثلا حرفایی بزنن، گفتایی بزنن. این ثابت کنن. هنوز هم ما می‌بینیم در یه سپاهمون سال 65 شکل گرفته، تازه یه سازمان می‌خواد شکل بگیره. مگه به همین راحتیه که شما ظرف 6 ماه یه عالمه انسان و آموزش دیده و تخصص و ناو و فلان بیاریم؟ مگه اینطوریه؟ مثلا می‌بینی یه سید یه حاجی با یه تیربار جسه یه دستی یه لشکر رو ظرف 24 ساعت از بین می‌بره. خب اگه اینجوری 12 شبانه 12 لشکر رو از بین می‌رفتی؟ خیلی از فیلم چه تعریف می‌کنن نه؟ اما من با آقای کی بود کارگردانش؟ حاتمی کیا تو دفتر خودم موقعی نیرو دریایی بودم جلسه گذاشتم و گفتم آقای حاتمی کیا، اون شهید فلاحی که تو نشون دادی شهید فلاحی ما نبود. گفت چرا؟ گفتم ببین شهید فلاحی فرمانده من بود در سال 56 که من دانشجو بودم تو مرکز پیاده شیراز. یک ابرمردی بود برای خودش. شهید فلاحی توی سوسنگرد رفته بودن شناسایی برای آزادسازی سوسنگرد، گلوله خمپاره و توپ می آمد. همه میگن که وقتی گلوله آمد شما بایستی پناه بگیری. میگن شهید فلاحی خم نمیشد، راست راست راه میرم. میگفتن آقا خم شو. میگفت من تو کشور خودم خم نمیشم، دشمن باید خم بشه. این یعنی چی؟ فکر میکنی مغزش کار نمیکرد؟
نه یک آموزش بود، یک حرکت بود. اما شما وردی تو فیلم یادم که بابا این کجاش از فلای بود؟ نه همینطور بود. کیمیا که حالا برات بگم، بس کیمیا برات بگم. شما حالا شما اینا رو ثبت و ضبط من کیمیا یک ساعت و نیم تو تلویزیون صحبت کردن ضبط کردن اما پخش نکردن. ما تو ایران انقدر بی غیرتیم که دختر 14 سالمون بره تو خط مقدم بجنگه؟ ای توف به شرف ما. که ما مردیم دختر 14 سالمون بره خط مقدم؟ بعد عراقی‌ها بخوام بگیرنش؟ آقا ما ثابت کردیم دختر ما زن ما گرفتار شده تو خرمشهر، ما برای آوردن جنازه شهید دادیم که جنازه رو دست عراقی نیافته. اون وقت ما انقدر بی‌غیرتیم که کیمیا به خط مقدم می‌جنگه؟ اونم در مقابل اونی که من دیدم که چه جنایت هایی کردند. تاریخ گذشته ایران، شما میگید ای کاش من تو فلان زمان بودم، میگید که ای وای کاش من اون موقع بودم. کاش من اون موقعی بودم که اعراب به ایران حمله کردن. کاش من اون زمان بودم. اون زمان سرداران اون زمان ما که در جلوی اعراب ایستادند، کاش اون زمان بودم. قهرمانهای جنگ ترد شدند، سرخی روی ملت از سیلیست، کف بازار جنگ تحمیلیست. قهرمانهای جنگ ترد شدند، کف بازار جنگ تحمیلیست. مسلمانان به پا خیزید، خدایان دین را فروخت، خدایان فروریزید. مسلمانان به پا خیزید، خدایان دروغین را فرو ریزید، خدایان دروغین را فرو ریزید، خدایان دروغین را فرو ریزید، خدایان دروغین را فرو ریزید. وقتی دل و جان در قطعه ایمان استاد شرفشاهی، دیدید که واضح میگه که این خدایان اینا هم دروغه، درست مثل گلازین که میخونه خداوند شما بیمار است، یا مثل ترانه زیبایی که سام جمشیدی خون و مژگان عظیمی ها میخونن. یعنی این الان رشد فکری مردم ایران به حد اعلا رسیده. فیلم های دیگه از استاد شرفشاهی که زن ایرانی سگش رو گرفته بدون پوچش اسلامی بدون روسری مزاحمش میشن، میگه این اسلامتون فلان، با شجاعت هم میگه از هیچ نمیترسه. بعد میبینید همین صحبت هایی که تو این سال ها گفته شده و ببینید در چند هفته اخیر در برنامه شما مطرح شده، صدام حسین در ایران داره حکومت میکنه و حزب بعث صدام حسین و تشکیلاتش توی نوح خونی اینا میگه کف بازار جنگ تحمیلی، جنگ تحمیلی یعنی صدام حسین. تمام نیروهای بسیج که یکی از فرماندهانشون رو من برای شما معرفی کردم که نقدیست که جاسوس صدام حسین بوده، اول انقلاب سیاه بازداشت میشه زندانی میشه توسط همین عوامل خودش که اینا در ارگانهای زیادی بودن معاودین. من به معاودین نازنین عزیز کاری ندارم، اون معاودینی که جاسوس بودن تو این آمدن توی 100,000 نفر زمان پادشاه و 1,000,000 نفر زمان جنگ تحمیلی سال 1362 وارد شدن. اینها دارن تو ایران حکومت میکنن و این الان مردم ما فهمیدن استاد شرفشاهی، این مردم فهمیدن رشد فکری. برای همین نبرد و جنگ الان از بعد از انقلاب مهسا در ایران هست، جنگ پلیس و مامورای هر جوش بخواین حسابش بکنین، ایرانی با این جنگ تحمیلی که صدامی هستن کف خیابون هستن و تو تمام این نوه خونی های انقلابی آریایی ایرانی که ما دیدیم میبینیم که واضح این قضیه رو مطرح میکنن که قدرت سرکوب
که گشت ارسال بسیج و این لچک به سرهایی که عبا هم رو سرشون زدن زنها و این حزب‌الله که اینجاشون پینه بسته و فلان اینا صدامیانی هستن که در داخل خود ایران هن استاد چرفی قرار بود میلیارد ها دلار صدام حسین محکوم شد توافق کرد خودش امضا کرد خسارت جنگی بده به خانواده شهدا به جانبازان ما یک دلار که نداد و الان این دولت کنونی متعهد بود نداد دولت کنونی عراق ایران داره به اینا همه چیز مجانی میده دلار هم هواپیما میبینید که میبره اونجا اینا صدامی اومدن ایران اشغال کردن ما وقتی میگیم بیگانه در ایران است ما نمیخوایم با جهان عرب بجنگیم با جهان عرب درگیر بشیم صدامیان همون تازیانی هستن قادسیه‌ای که آفریده شد در این سرزمین و الان ملت ایران استاد اینه فهمیده رو در رو داره باشون میجنگه بله این مسئله جنگ افغانستان و ایران داره یه مقداری با واقعیت روبرو میشه و در خبرها من خواندم که تمام اون سلاحایی رو که امریکایی‌ها عمدن انگام خروج از افغانستان اونجا به جا گذاشتن اینا رو همه رو آوردن مدرن هم هست مرز ایران و افغانستان مستقر کردن و مرتب هم دارن یه به قول معروف مطلقای جالبی رو به جمهوری اسلامی میگه و هی میگه بارو تهدید نکنین ما آماده ایم اگه بخوای شما در حال حرفی دارین جنگ ما میجنگیم و نیروهامون هم اینجا آماده است و آوردن واقعا فکر میکنیم که این جنگ صورت بگیره و واقعیت پیدا بکنه در شرایط کنونی ایران بسیار خطرناکه در صورتی که استاد چرفشایی با این شرایطی که من عرض کردم که بخشی عظیمی از قدرت در داخل ایران در دست حزب بعث صدام حسین هست بشه همین تمام روحانیت محسنی اژه‌ای که قوه قضاییه یه دستشه استاد چرفشایی چیزی که تو یادم اومد بگم ببینید در راستای موفقیت این برنامه‌هایی که در خدمتتون هستیم هفته پیش گفتم محسنی اژه‌ای رو حتی خود اینها باهاش درگیر شدن وزارت اطلاعات خطیب با اینا درگیر شده اومد پریروز اعلام کرد دیدم شما هم در روزنامه چاپ کرده بودید گفت قوه قضاییه بایستی حفاظت اطلاعات بسازه برای خودش یعنی محسنی اژه‌ای نوکر صدام حسین و حزب بعث در ایران که همین تیمسار سیاری رو که دیدین 75%شون جانبازه 75% از بدن همین تیمساری که شما دیدید که فرمانده نیروی دریایی بوده افتخارات آفریده و کشفیات نظامی کرده تو این 44 سال خدمتش استاد چرفشه خب این میخواد بیاد محسنی اژه‌ای دید الان نیروهای ایرانی در ایران دارن روز به روز مقتدرتر میشن و آزادتر و عمل هم دارن میکنن و همچنان که از سبزوار شروع شد که اون بچه‌ای که کشته شده بود چون دو تا حزب اللهی رو زده بود مزاحم دخترها شده بودن الان دیگه تمام ایران جور شده وقتی کتک میزنن اینا رو میرن کلانتری اون حزب اللهی رو نگه میدارن اون بسیجی صدام حسین رو نگه میدارن دختره ما سرلخت خوشتیپ دکولته پوشیدن آزاد میکنن خب حالا اینا میخوان از اون طرف نیروی امنیت اطلاعاتی بسازه سرباز بسازه محسن ارجی اما اینها تو این بعد از اینکه ایران به برکت تیمسار سیاری ها صمدی ها و دیگر عزیزان پیروز شدن بر صدام حسین استاد چرفشایی تو این 40 سال همش تلاش بوده که به ایران حمله کنن اینها خیلی زور زدن که از طریق اسرائیل به ایران حمله کنن اسرائیل ذکاوت خودشون نشون داد حمله نظامی نکرد خیلی مایل شدن که درگیری با عربستان سعودی بشه عربستان سعودی نکرد آذربایجان اینور اون الان یه چیزی اینا درست کردن با کمک ظریف و روحانی چون ظریف و روحانی اینا جاسوسای همین بلومبرگ و جورج سوروس خود اینو نشون دادن دیگه اصلا چه جماعه نشون دادن به شما که اینها که اسم ایرانی دارن شناسنامه ایرانی دارن ولی اینا نوکرای استعماری هستن حتی من بارها گفتم در نیموز و سالا نوشتم تو برنامه تلویزیون که در پارس پخش شده سالا پیش گفتم که حتی اینها استاد شرفشاهی عزیز همین جاسوسای جهانخواران در ایران اینها میلیون ها دلار از چند سال پیش همون موقعی که خاتمی اومد روی کار و اینها در اختیار اینا گذاشتن این نیرو رو ساختن این نیرو اومد ظریف و باند طالبان رو در ایران به قدرت رسوند یعنی رسما یک گروه تروریستی پابرهنه از جان گذشته چون اینها از جان گذشتن اینا هم درست تیپ صدر اسلام هستن
عملیات انتحاری الان اینها حدود 4000 نفر استاد چرمشگی نیروی انتحاری آماده کردن که میفرستن ایران. تمام همونطور که من فرمایشات شما رو گوش کردم فرمودید، نیروها رو دم مرز مستقر کردن برای حمله به ایران، آب رو هیربود رو بستن و آبی که ایران بهش احتیاج داره سیستان بلوچستان، این آب از زمان محمد رضا شاه قرارداد بسته شده بوده، در ازاش برق داده میشده باید بشه به اینا، از زمان غنی اینا سد زدن و الان دیگه آب ایران رو بستن برای سیستان بلوچستان که اومد. اینها معضلاتی خواهد بود که برای همینه که الان چیزای اینها دیگه نمیتونه کار کنه جمهوری اسلامی. هفته دو روز تعطیل میکنه، هفته پیش تعطیل کرد، تعطیلی ها بیشتر میشه، قطع برق بیشتر میشه و حمله این بار توسط فوتوکپی نظام ولایت فقیه که طالبان هستن قطعی است، مگر اینکه همون تحول به وجود بیاد و نیروهای آریایی ایرانی همونطور که صدام حسین رو شکست دادن علنا بیان توی خیابون، عملا این افراد باید بیان توی خیابون، نیروهای آریایی ایرانی ارتش شاهنشاهی که الان هست، این ارتش شاهنشاهی همینها باید بیان و این اعراب رو از صفحه روزگار ایران از بین ببرن. استاد چرمشاهی، تیمساب سیاری 22-23 سالشه، جنگ که میره ترکش میخوره به بدنش، رودش و نصف بدنش میره، نامزد شده بوده، همون شب نامزدیش فرداش میره جبهه جنگ میاد، بعد خانمش که هنوز باش ازدواج نکرده دو سال از این آدم پرستاری میکنه تا سال 61 و این انسان شریف پس از این که نصف بدنش از بین رفته 75% معلوله میاد دوباره میره تو جبهه میجنگه، دوباره میجنگه به بالاترین درجه و نشان میرسه، نیرو میسازه، استاد دانشکده است. این طور آدمای ما رو نمیذارن حرف بزنه، حرف اومده از ارتش گفته پدر سوخته ها سانسور کردن، افتخاراتی سپاه نداره که افتخاری نداشته که، یه مش بچه جلق تروریست بودن مثل شمخانی، مثل رضایی، مثل همشون، اینها اومدن کارا رو ارتش انجام داد تا الان سانسور کردن. و همین دلیل بایستی الان واقعا اگر میخوایم به ایران حمله نشه، ارتش شاهنشاهی ایران که خیلی هم مقتدره، تمام این سید ملیت بازی رو بذار کنار، بیا ترتیب نار بده. دیدی دوست تا چرف شایی، من فکر میگم مردم فهمیدم، میخواستم نگم خدای نکرده برش مسئله نشه تیمزار. دیدید چجور حاجی و سید رو مسخره کرد، دیدید چجور حاجی و سید رو مسخره کرد، گفت این حاتمی کیای چلقوس که نوکر صدام حسین، سینماگرایی هستن که اینا سینماگرایی فیلم جنگی میساختن به نفع صدام حسین، اومد گفت یه سید و حاجی با یک تیروار گرفته یک لشکر نابود کرده. خب تا این حد ارتش شاهنشاهی ما شجاعت و گستاخی داره و خطر رو اینها میتونن برطرف کنن. استاد چرمشاهی، بله ما داشتیم فیلم سپیدپوشی شعبانوی عزیزم، چون شما خیلی حساس بودید به این شعر سپیدپوشی که در آرامگاه محمد رضا شاه عزیز هفته پیش سپید پوشیده مثل یه فرشته، حالا هم فیلم فقط چون وقت نداریم فقط فیلم دو ثانیه کارگردان برنامه نشون بده، من خب آقای شرفی خودش خوشحال بشه اصلا ببینید این فرشته برای پهلوی استاد شرفشایی سپید پوش در سوک شوهرش دادیدش میشه ببینیم یا خدا بزن آه ببینیم استاد چرفشه، اینم برای خود شما بود و ملت سربلند ایران آریایی، چون امیر سیاری سفید پوشه، شما هم توی روزنامه تبلیغ میکنیم مدتی به سفید پوشی، اینم کادو برای شما بود. بله
در حال از شما سپاسگزارم. چند تا ویدیوی بسیار جالب بود که به نظر بینندگان این برنامه رسوندین. تا هفته آینده بقیه مطالبی که داریم در دوباره مطرح بکنیم و مخصوصا متوجه این افغانستان هستم که مواد اونجا یه دردسر تازه‌ای برای مردم ما ایجاد بشه. بینندگان عزیز، سپاسگزارم آقای سیاوش عبستای عزیز. برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای دکتر قرقزلو، آقای سیاوش عبستا و آقای امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای شما آرزو دارم. بدرود تا درودی دیگر. کیومارکت دنیایی است از انواع میوه و سبزیجات تازه.